سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و با 19 برنامه از مجموعه مرغ سحر به اتفاق همکارانم تهیه کننده و کارگردان برنامه آقای هومن، همکار گرامیم آقای علی و آقای هومن در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. از آقای دکتر علیرضا نوریزاده سپاسگزارم به خاطر همه محبت‌هایی که دارن. اتفاق جالبی افتاد. دیروز بعد از ظهر تلفنم زنگ زد و دکتر نوریزاده بود که می‌خواست با من صحبت بکنه. صحبت‌های زیادی با هم دیگه کردیم، ولی یه نکته جالبی رو دکتر نوریزاده متذکر شد که ناچار هستم در اینجا یادآور بشم. اون گفت که هر برنامه‌ای که شما اجرا می‌کنی و میره، من باید کلی وقت صرف بکنم برای اینکه این برنامه مورد پرسش قرار می‌گیره، همکاران قدیمی، همکاران جدید و خلاصه اینها پرسش‌های زیادی رو در مورد برنامه‌هات مطرح می‌کنن، نکاتی رو مطرح می‌کنن، من هم گوش می‌کنم، بحثی می‌کنم و خلاصه این برنامه وقتی میاد و میره همچین با آرامش همه چیز تمام نمیشه. خب من جوابی نداشتم بدم. باور کنید من خودم خیلی آرام، آدم آرامی هستم. همکاران من هم در اتاق فرمان تلویزیون ایران فردا، علی و پومن، هم آدم‌های خیلی آرامی هستند، اینطور که در این 19 برنامه باشون کار کردم. حالا آتیش از کجا به پا میشه من اون رو نمیدونم. به هر حال اگر مایل هستید میتونید با خود من تماس بگیرید. اگر تونستم قانعتون بکنم در مواردی که اختلاف نظر و تفاوت نظر داریم، خب قانعتون خواهم کرد. اگر نتوانم میگم آقا من نظرم اینه و شما نظرتون اون هست و تفاوت نظر با هم داریم. و شاید هم یکی از حسنای این برنامه همین باشه که نقطه نظرها و شیوهی که توش مطرح میشه، این نقطه نظرها تا حدی با برنامه های دیگه تلویزیون متفاوت. باید بگم که مجموعه تلویزیون ایران فردا برنامه هایی داره که بدور از جنجال، ولی برنامه های مؤثری است و برنامه های پربیننده است. به عنوان باورم کنید، فقط من در موارد کمی هست که ادعای یه خبرگی نسبی میکنم. در مورد کار تلویزیون به هر حال بعد از سالها سرکله زدن، این حداقل رو میفهمم که دارم با شما صحبت میکنم. بی سر صداست این تلویزیون، پای و کوی نداره. مثلا فرض کنید که تلویزیون ایران اینترنشنال که شما نگاه میکنید، میبینید که برای هر 5 دقیقه یه دفعه یک پریروی زیبا مقابل صفحه قرار میگیره با آرایش‌های خیلی خیلی غلیظ و مهیج، و بعد به هر حال 5 دقیقه صحبت میکنن در حالی که گوینده هم دائما در حال عجله است که وقتمون داره تموم میشه. خب وقت تموم میشه، ما ببینیم چند تا لوگو میاد، از این ور میره، از اون ور میاد، و خلاصه دائما همه در عجله هستن و تلویزیون خوبی است ولی ادای CNN رو در میاره. این خیلی جالب نیست. در تلویزیون ایران فردا اگر شما به دنبال تعمق باشید، هر نوع برنامه‌ای رو میتونید پیدا بکنید و این فراهم نشده، اینو نمیشود به ضرب پول فراهم کرد. این به علت اینکه صاحب این تلویزیون و مدیر این تلویزیون استخون خرد کرده در کار رسانه و خودش یک طرف قضیه است و از شنیدن حرفای مخالفش هم خیلی زود از کوره در نمیره. نمونه این وضعیت همین برنامه مرغ سحره. بینندگان عزیز، من به خوبی میدونم در بسیاری از موارد با جناب نوریزاده تفاوت نظر دارم، ولی اصلا حراسی ندارم از طرح نظرات خودم و دلیلی هم ندارم برای اینکه به شیوهی که ایشون دلش میخواد برنامه رو من اجرا کنم. ایشون همین انتظار از من نداره. به عنوان یه روزنامه‌نگار پخته بیش از 50 سال قلمزن، بازی رو خیلی خوب میشناسه. به همین جهت از من که بگذری، مجموعه ای از برنامه سازان و روزنامه‌نگاران خیلی خوب رو کنار خودش جمع کرده که در کار خودشون خبره هستن و به تعداد زیاد.
تمام تلویزیون های دیگر رو که جمع بزنید تعداد برنامه سازاشون رو اگر مقایسه کنید با ایران فردا میبینید از این جهت ایران فردا تلویزیون موفق تریست. حالا چه امروز که من این برنامه رو خدمتون تقدیم میکنم آخرین برنامه باشه، چه یه روزی برنامه به جای 19 تا برسه به 1900 تا. او عجب عمر نوحی برای آقای نوریزاده و خودم میخوام. و در هر دو حالت نظرم فعلا بر مبنای اون چی که میبینم اینه، و این نظر هم بر مبنای مصلحت‌های شخصی خود من نیست. اما برنامه امروز، در شهری که من زندگی میکنم، یعنی در شهر سن‌هوزه در شمال کالیفرنیا، یک شاعر زندگی میکنه، شاعر و نویسنده. شاعر و نویسنده‌ای که ویژگی عمدهش ایران دوستی است. برای ایران شعر میگه، با غم ایران غمگین میشه، گریه میکنه، ترانه‌های متعددی رو در زمینه ایران سروده. این ترانه‌ها به اوج شهرت خوانندگانش رو رسونده، یا خوانندگانی که در اوج شهرت بودند این ترانه‌ها رو اجرا کردند و کارهای فوق‌العاده‌ای کرده. دست به قلم داره و اهل سفره، یعنی در سال حالا یه خورده پروبالش رو جمع کرده، ولی واقعا ما کمتر میتونستیم در این منطقه او رو ببینیم چون دائما در سفر بود. از بعد از استقلال، بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای مربوط به اون اتحادیه یا اون امپراتوری، به هر حال ایشون مرد سفر شد به یکی از این جمهوری ها، به یکی از این کشورها. و خلاصه ما می دیدیم که چپ و راست مهمانانی از اون کشور میان به خونه سپند، و سپند در اون موقع گاهی قد از من درخواست میکرد که باشون یه گفتگوی تلویزیونی داشته باشم. با تعداد زیادی از اونها گفتگوی تلویزیونی کردم، و بعد به هر حال سپند مهماندار اونها بود و اونها هم مهماندار سپند می شدن. اسمش هم گفتم، سپند. به هر حال من فکر میکنم که در طول دوران استقلال تاجیکستان، سپند بیش از هر فرد ایرانی دیگری به اون کشور سفر کرده. سفر نه به معنی سفرهای یک روزه دو روزه، سفرهای طولانی، 12 سفر به تاجیکستان کرده. ابتدا حقیقتش فکر کردم که سپند شاید بسیار طبع زیبا پسندی هم داره، شاید زیبایان تاجیکی دل او رو ربودند که هر بار ورحال هر سال یکی دو بار لااقل سفر میکنه به تاجیکستان. ولی از شوخی که بگذریم، از این نکته مزاح که بگذریم، سپند نه، سپند ایران دیگری رو، حتی ایران خالصتری رو در تاجیکستان سراغ کرد که به سراغ تاجیکا میرفت. اما در این سفر آخرش، یعنی سفری که یک ماه پیش اون رو ناتمام گذاشت و برگشت، نمیدونم چه اتفاقی افتاد که سپند نه سفرش رو تمدید کرد نه تجدید کرد مدتش رو، و کوتاه‌تر از همیشه برگشت. برگشت به کالیفرنیا، و این تعجب همه ما رو برانگیخت. به هر حال از او پرسجو کردیم که سپند چی شد، چرا این بار تاجیکستان رو زودتر رها کردی، و صحبت‌هایی کرد. مجموعه صحبت‌هایی که سپند با ما کرده امروز محتوای این برنامه رو تشکیل میده، و امیدوار هستم که شما بینندگان عزیز به نکاتی که آقای مسعود سپند، این شاعر ملی ما، مطرح میکنه توجه کافی بفرمایید. یادتون باشه یکی از زیباترین ترانه هایی که همه ما در خارج از کشور شنیدیم، شعرش از مسعود سپنده. اگر اشتباه نکنم داریوش اون رو اجرا کرده. با من از ایران بگو، با من از یاران رفته بر سر داران بگو.
چه شبهای زیادی که این ترانه رو وقتی که میشیندم و به سر کار میرفتم با این ترانه با صدای داریوش و شعر سپند اشک در چشمام حلقه میزد. به هر حال خوش آمد میگم به یک شاعر برجسته کشورمون جناب مسعود سپند. خیلی خوش آمدید به برنامه. درود بر شما آقای فروزنده، خیلی ممنون از محبت شما. خواهش میکنم آقای سپند، شما با آتش سوزی کالیفرنیا چی کار میکنید؟ اول اینو بگید چون شما هم در کالیفرنیا هستین. چیزی شنیدین؟ دلم میسوزه به اون مردمی که گرفتار شدن و ای کاش هیچ کس گرفتار آتش سوزی نشه. اما آتشی که در سرزمین ما همه را آتش زده بیشتر قلب منی میسوزونه. بله، 98 هزار ایکر سوخته. خونه هایی که تا قبل از این آتش سوزی 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون دلار قیمتشون بود در بین اینها کم نیست. یکی از شهرهای شمال کالیفرنیا به نام شهر پارادایس در این آتش سوزی با خاک یکسان شده و حتی یک خانه باقی نمونده. سیل کمک های مردمی به طرف مراکزی که این کمک ها رو جمع آوری میکنند سرازیره و علی رغم کم محبتی های آقای ترامپ سیستم داره کار خودش رو میکنه تا بتواند به یاری این مارباختگان، این هستی زدگان بشتابه و مرهمی بر درد اونها بگذاره. آقای سپند، خودتون از عشقتون به تاجیکستان چطور شد؟ چطور میان همه این کشورهای آسیای مرکزی که آزاد شده بودند از قید تعهد نسبت به شوروی سابق و مستقل شده بودند، چی شد که تاجیکستان دل شما رو ربود و شما در واقع اگر ایران وطن اولتون باشه، آمریکا وطن دومتون باشه، نمیدونم تاجیکستان وطن سوم شما هست یا نیست؟ بله. چطور شد تاجیکا، چی در تاجیکستان دل شما رو ربود؟ فرهنگ تاجیکستان، ادیبان تاجیکستان، زنان تاجیک که من شنیدم بسیار زیبا هستند و شما هم طب زیبا پسندی دارید، و به هر حال این رمز و راز اول بگید تا بتونیم با هم صحبت کنیم. ببینین اولین، البته من دوران نوجوانیم از رادیو مشهد شهر دوشنبه رو میگرفتم و اونجا ساز و آواز و فارسی هم سخن میگفتن. شاید 15-16 سالم بود در مشهد رادیو دوشنبه رو میگرفت، ولی همین که اینا فارسی سخن میگفتن دل من همون موقع رو بود. اما آمدن من به رفتن من به تاجیکستان سال 1994 به خاطر دعوتی که یکی از بزرگان تاجیکستان که اومده بود خونه من دعوت کرده بود به هزاره فردوسی، به اتفاق آقای نوح هم دو نفری رفتیم و از طریق مسکو رفتیم تاجیکستان. و من وقتی دیدم اینها این زبان شیرین رو صحبت میکنن، واقعیت اینه که دلم اصلا گرفت اونجا رو که داشته باشن، دل منو گرفت، یعنی در خودش حل کرد. و به همین دلیل شاید 12-13 بار باشه که من میرم تاجیکستان، هر بار 2-3 ماه. و این اواخر به علت این که رئیس جمهور تاجیکستان به علت یک شعری که من گفته بودم من آریاییم که بعضی هم خیلی توش حرف در میارن، این شعر رو خیلی دوست داشت و در یک جلسه عمومی که وقتی من دید گفت شما بیایید اینجا و به قول تاجیکا ایجادیات بکنید، ما به شما شهروندی میدیم. وقتی دیدم ایشونم علاقمند به این برنامه های شعر و ادب و اینها، بیشتر مشتاق شدم و رفتم اونجا. و یکی دو بارم در دانشگاه ها راجع به حافظ شعر گفتم، حرف زدم، کلاس گذاشتم، اینا خیلی مورد پسند اونها واقع شده در واقع. و حقیقت این که همه اینایی که شما گفتی دل منو برده، یعنی تنها این نیست، سخن پارسی در درجه اول، بعد مهربانی مردم اونجا، البته گفتم خیلی 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 تغییر کردن به علت اینکه تمدن وقتی وارد یک کشوری میشه یا
هر چیزی یه مقدار مشکلات هم به وجود میاره، ولی این آخرین باری که من رفتم به دو علت، یکی این که احساس کردم که چون من اونجا با چند تا مجله اینا مصاحبه کرده بودم و مخصوصا در مورد ملاها و دین و اینها خیلی رک حرف میزنم و حتی در کلاس هایی که بود اکثرا مخالفت خودم با ملا و شیخ و آخوند و اینا اعلام میکردم، شعرهای حافظی هم که میخوندم بیشتر در همین باره بود که زاهد ظاهر پرست و این حرفا، خود به خود یکده ملا یا بچه ملا یا کسانی که مخشویی شده بودن با من مخالفت میکردن و کار به جایی رسیده بود که دیدم، حس کردم که دیگه احتمالاً اگرچه امنیت در تاجیکستان فراوان هست و متاسفانه اون دوتا توریست یا در واقع چهار تا که کشتن دوتاش امریکایی بودن خیلی دردناک بود و یه مقداری مردم به فکر واداشته بود، اما واقعیت اینه که مثل سابق نیست و این ملاها مثل موریانه افتادن به جون مغز جوانها و جوانها در با همه تلاشی که رئیس جمهور میکنه که تا 18 سالگی به مسجد نروند، نامهای شاهنامه‌ای انتخاب کنند و همه اینها، باز میبینیم که متاسفانه ملاها مثل همون قبل از انقلاب که مرکز فساد مساجد بود و اینها که ایشون هم دستور داد که مسجدها رو ببندن، یعنی همه را نه چند تاشو ببندن و کودکان زیر 18 سال به مسجد نرن، همه اینها، ولی با وجود این چون ملاها در خانواده ها رسوخ میکنن، خیلی خیلی جوانها رو مخصوصا میبینم که حتی سر کلاس اعتراض میکنن به من که حافظ اینجوری نبوده، حافظ یه آدم مقدسی بوده، حافظ آدم این بوده که شرابخوار نبوده و شما اشتباه میکنی، هرچی با دلیل و مدرک و شعر و اینها براشون ثابت میخواستیم بکنیم ایشون اون بچه ها قبول نمیکردن. ولی برعکس گروه دیگری هستن که کاملا با حرفای من موافق هستن و حتی یک عده هستن که اصلا دوست دارن تاجیکستان زردشتی بشن و این گروه خیلی با من دوستن، موافق هستن، هر جا میریم مراقب هستن، منتها تعدادشون کمه و مشکلات تاجیکستان که البته مشکلی در واقع نمیشه گفت، فقط ملاها هستند که سعی میشه کنترل بشن، اما این اتفاقاتی که در تاجیکستان افتاده جدید به تازگی، یکی همون مسئله اون آقای نهضت اسلامی بود که میخواستن رئیس جمهور بکشن به طریقی که نمیدونم مردم میدونن یا نه، که به همون طریقی سادات رو کشتن، این مردم میدونن که یک اتفاق اینچنینی افتاد در اونجا و به هر حال شانس آوردن برای که میخواستن لباس نظامی بپوشن و در یک رژه همون کار رو بکنن، ترمن حدود 3 سال پیش بود، ولی در تاجیکستان ورودی شهر یه دیوارهای سیمانی داره، بعضی وقتا حالا میبینن برداشتن، به هر حال این دیواره سیمانی رو باید از توش عبور بکنن و یکی از این پلیسایی که اونجا بوده میبینه که گروهی توی ماشین نشستن و لباس نظامی هم تنشون هست ولی چیز ندارن، یعنی چهره به قول خود اون پلیسه میگفتن، گفته شما که حربی به نظر نمیرسین، وقتی میگه حربی به نظر نمیرسین با یک گلوله به قلبشو میندازنش زمین و اون پلیسی دیگر که دورتر بوده با بیسیم خبر میده و همون شبانه اینا رو دستگیر میکنن و یه عده کشته میشن، یه عده فرار میکنن، رهبرشون که آقایی هست به نام کبیری فرار میکنه و میره ایران و در کنار اون اهریمنی که در ایران حکومت میکنه اونجا میشینه و عکس میگیره و اینو جمهوری تاجیکستان میخواد به عنوان تروریست، ولی اونها به عنوان یه انقلابی پسش نمیدن. این یه مشکل بزرگی است که در تاجیکستان بین ایران و تاجیکستان به وجود اومد. بعدم مسئله بابک زنجانی پیش اومد که من خودم دیدم، رفتم ساختمونی که ساخته دیدم، یه بلاک شاید 500 متر در 500 متر باشه، ایشون ساختمان سازی عجیبی کرده و چون تا
تاجیکستان اینقدر پول نداره که این کارا رو بکنه، ولی حالا دیدیم که تقریبا 90% این ساختمان‌های بسیار بسیار زیبا ساخته شده و بقیهش منتظر بابک زنجانی هستن که برگرده درست کنه یا به دلایلی. ولی به هر حال به این ترتیب معلوم میشه که در تاجیکستان کم کم یه پولایی پیدا شده و با وجودی که دولتی ها به هیچ وجه اصلا نمیدونن یا حاضر نیستن راجبش حرف بزنن، ولی خب من دوستانی دارم که در جامعه هستن، میگردن، میدونن، اینها اکثرا این حرفا رو با من میزنن و 90%شون هم درست میگن. ولی تاجیکستان هرچی آبادتر شده و شهر دوشنبه که سال 94 و عذر میخوام تاپاله گاو و نمیدونم اسب و گاری و درشکه و اینها بود، الان یکی از زیباترین شهرهای شاید خاورمیانه باشه. خیابون رودکی و اون ساختمان‌ها رو خراب کردن، قدیمی‌ها رو خراب کردن و بهترین ساختمان‌ها رو اونجا ساختن و اینا پول میخواد، بودجه میخواد. البته الان چین خیلی به تاجیکستان نزدیک شده و ایران رو با در افواه بدنامش میکنن، اون ایران عزیز ما رو، به دلیل این که مثلا یه تونلی یه شرکت ایرانی ساخته و وقتی از این تونل رد میشی واقعا حس میکنی که هر لحظه ممکنه بریزه و این تونل حدود چند کیلومتر طولش هست، میگن این تونل ایرانی هست و آب بارون که اومده تونل آب برداشت و خیلی بد بوده و اصلا وقتی به تونل میرسی همه میگن تونل ایرانی. بعد چینی ها یکی دیگه ساختن که واقعا خیلی زیبا، خیلی محکم، خیلی باز و من فکر میکنم که ما مهندسای ایرانی حتما آدم های خائنی نیستن. شاید اون شرکتی که اینو ساخته این صورت در آورده. خیلی چیزها رو الان این مخالفت هایی که انجام میشه معلوم میشه که شدیداً دارن علیه حتی این آقای کبیری که رفته در ایران، مثلا یکی از کارهای زشتی که ملاها اعلام میکنن میگن ایشون رفته شیعه شده. یعنی ببینین چه اختلافاتی داره راه میفته بین این مسائل شیعه و سنی. اینجا خیلی حرف ها هست، خیلی صحبت ها هست و ولی گروهی هستم که روشن فکر هستن واقعا و طرفدار رئیس جمهور هستن، اینها هر جا که می نشینن واقعا از این مرد دفاع میکنن، اگرچه حرفای هست. ولی من فکر میکنم در صحبت هایی که کردیم با این دوستانی که یه خورده در سطح بالا بودن، گفتم ایشون یک رضا شاه در واقع، یعنی کارهایی داره انجام میده که اصلا همین کاری که ایشون کرد و این سد و ساخ که اون اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان مخالف بود و گفته بود میام سد بمباران میکنم اینا، و اون موقع هم رئیس جمهور پول نداشته کشورش، گفت اگه شده لباسامو بفروشم من این سد میسازم. و چند روز پیش، دو سه روز پیش این سد افتتاح شد و برقی که میده میتونه تمام تاجیکستان رو، تازه یه دونه از اون موتورهای برق درست شده، 6 تا جا داره که یکیش اینه، 5 تا دیگه میتونه به قول خود معاون رئیس جمهور که یه دوستی مختصری هم با من داره، عبدالجبار رحمانوف، گفت که ما میتونیم به پاکستان و افغانستان و کشورهای همجوار برق بفروشیم و یکی از درآمدهای مهم اونجا خواهد بود. میدونین که 93% تاجیکستان کوهه، فقط 7% زمین صافه و این کوها خب در این حال که کوه هستن برف هم اونجا زیاده و این برف باعث شده که بتونن اینا سدهای زیادی بسازن و یکی از این سدها برای رودخانه وخشه و این سدی که ساختن 350 متر ارتفاعشه و یکی از بزرگترین سدهای خاورمیانه است گویا. به هر حال من این سرزمین دوست دارم به علت دوستی هایی که اونجا دارم، به علت رفقایی که دارم
و واقعا وقتی که با اینا دوست هستی از سادگی و صمیمیت اینا لذت میبری. خیلی ساده دل و صمیمی هستن. بگذاریم از این که کسانی هم هستن که خب همه جا پیدا میشن، ممکنه یکی عده یاد گرفته باشن، کلاهبرداری هم یاد گرفته باشن، ولی سال 94 اینجوری نبود. خیلی ساده تر بودن اما امکاناتشون خیلی کم بود و واقعا من یادمه که نان اونجا نبود و ما رانندهی که داشتیم این میرفت نگه میداشت دم این نانوایی ها که بینه نان هست یا نیست. ولی الان اینقدر فراوانی اونجا هستش که فکر میکنم اصلا نیازی به این چیزا دیگه نداشته باشیم. آقای سپند شما نفسی تازه کنید منم بتونم چند تا سوالی را از حضورتون مطرح کنم. جمعیت تاجیکستان چقدره؟ الان 8 میلیون. بین 8 تا 8 میلیون. 8 تا 8 میلیون جمعیت داره. خب یه نکته ای که گفتید یه نکته حاشیه‌ای است ولی مهمه. بعد بریم سراغ بقیه مطالب مهمی که فرمودید. از بابک زنجانی نام بردید. حدود پولی که از درآمدهای بابک زنجانی که مربوط به ایران بوده در واقع این ایشون اومده و در اونجا سرمایه گذاری کرده، هیچ اطلاع دارید که چقدر پول بوده پولی که بابک زنجانی در اونجا سرمایه گذاری کرده؟ شایعه اینه که 2.5 میلیارد دلار. 2.5 میلیارد دلار. ولی جالب اینه که حالا این خدمتتون بگم که چرا اینا پول دارن، برای که دارن این ساختمونا اصلا عجیبه و اصلا باورم نمیشه. اولا 90% این ساختمونا ساخته شده و بسیار زیبا. بعد یعنی وقتی میگم مثلا شاید 1000 تا ساختمان جدید 10-20 طبقه اونجا ساخته باشن و این 10-20 طبقه رو خب اینا پول میخواد. شرکت هایی هم بودن که آمدن گفتن مثلا 30% به شما میدیم ما اینو میسازیم. اینا آماده فروش هست ولی به علت اینکه حقوق ها کمه، درآمد ها کمه، به این علت خریداری نداشته و همینجور مونده. ولی دولت چین مخصوصا چینی ها اینجا خیلی خوب زندگی میکنن و خیلی خوب کار میکنن و به هر حال تکنولوژی را آوردن به این سرزمین و کارخانه میسازن و کارهای مختلفی انجام میدن که اکثرا اونجا هم به چینی ها میگن خطایی، میگه این خطایی ساخته، اون خطایی ها ساختن، اون خطایی ها ساختن. این هم هست. ولی بابک زنجانی وقتی که اعلام کرد که در تاجیکستان پول گذاشتم، بانک های اصلا رئیس جمهور تاجیکستان که اصلا بهش حرفی در این باره نزده، ولی بانک های تاجیکستان هم گفتن اینجا پولی ایشون نداره ولی بیاد اگرم میخواد بیاد خودش بده، ولی ساختماناشو تایید میکنن که این پول گذاشته، ساختمان درست کرده. حداقل این ساختمانی که اونجا درست کرده یا اتوبوسایی که از رومانی یا از کشورهای اروپای شرقی وارد کرده، این اتوبوسا واقعا شاهکارن. یعنی همه چیز در این اینا هست، بالابر، پایینبر، نمیدونم دستشویی، همه اینا تو اتوبوسا هستش که مدرن و اینها رو استفاده میکنن برای مردم تاجیکستان. آیا هیچ وقت شما در این پرسجوهاتون که کردید هیچ کنجکاوی نشون دادید یا اگر نشون دادید پاسخی دریافت کردید که چرا این کارا رو بابک زنجانی در تاجیکستان کرده، چرا تاجیکستان رو انتخاب کرده یا یکی از نقاطیست؟ به هر حال 2.5 میلیارد دلار برای یک کشور فقیری مثل تاجیکستان یک رقم هنگفتیست. این چطور شده که تاجیکستان انتخاب شده و توسط ایشون و دلایل این انتخاب چی بود؟ اولا دولت مردان تاجیکستان اصلا راجع به موضوع حاضر نیستن حرف بزنن، یعنی نمیدونن، شاید هم نمیدونن. ولی در افوا شایع هستش به علت اینکه ایشون فارسی میدونسته و تاجیکستان به هر حال مورد نظر اینها بوده و آسان بوده، رفتن به تاجیکستان آسان بوده و شاید یه کار خیری میخواسته انجام بده. همه اینها باعث شده که ایشون بیاد به تاجیکستان. ولی کسی اینو دعوت کرده باشه یا بیا سرمایه گذاری کن اینجا،
من ندیدم ولی من دیدم کسانی که آمدن تاجیکستان و خواستن سرمایه گذاری کنن به عللی، مثلا یکیش آقای ثابتی هست که مشهدیه که اون هتل داریوش مال اونه توی اون جزیره کیش یا در قناری، میلیاردر ایشون اومده بود، منم اونجا بودم، اومده بود گفته بود که من میخوام 7 تا هواپیما بیارم اونجا و این 7 تا هر روز یکی پرواز کنه ولی خودم کنترل کنم. دولت تاجیکستان گفته بود نه، ما همه چیزو باید ما خودمون کنترل کنیم، که دیگه ایشون به من گفت من این کارو دارم میکنم، بعدم که گذاشت رفت. مثلا این حالت اونجا هست، اکثرا کارا رو میخوان خود تاجیکا انجام بدن، ولی دقیقاً نمیدونم که چرا اونجا. افکار عمومی نسبت به بابک زنجانی چجوریه؟ بعد به هر حال کسی که اومده و به قول شما توی قشرهای پایین جامعه هم اثر داشته اومدنش. خیلی اثر یعنی داشته. اثرش مسئله مالی که اشاره می‌کنید وارد بله. کرده و در مورد استفاده قرار میگیره. بله نمیدونم، بعضیا میگن 300 تا، بعضیا میگن 500 تا، ولی یک گار یک جایی هست که این اتوبوسا اونجا هستش. دولت هم شدیداً مراقبه که هرز نره، یعنی خرابش نکنن، ولی داره استفاده میکنه ازش، من دیدم اینا رو. ولی مردم تاجیکستان یه عده که اصلا راستش بخوان اصلا وارد این مسائل نیستن، یعنی اونایی که از طرف ملاها مخشوی میشن اصلا تو این کارا نیستن، تو اینن که همون حرفایی که ملاها میزنن که الان گفتنش در اینجا اصلا ارزشی نداره. ولی خود مردم تاجیکستان، دولت مردانش اینا اصلا در این باره صحبتی نمی کنن. یعنی در مجلسی هم بشینیم حرف بزنیم تا به صحبت به این میرسه میگن ما اطلاعی دقیقی نداریم، و واقعا هم همینه، چون اطلاعات اونجا مثل همین اتفاقی که در خوجند افتاد چند روز پیش، من به یکی از دوستانم در خوجند زنگ زدم چی شده؟ و ما هم شنیدیم در زندان شورش شده و یه دی کشته شدن، ولی هنوز دقیقا به ما نگفتن که چند نفر چی شده. و حتی در ابتدای این سر شاید هم این خودداریشون در صحبت کردن خیلی طبیعی باشه، برای اینکه نمیخوان که دلایلی رو در دست جمهوری اسلامی قرار بدن تا به هر حال در دادگاه های بین المللی جمهوری اسلامی بتونه علیه تاجیکستان اقامه دعوا بکنه برای بازپس گرفتن بخشی از پولی که بابک زنجانی به تاجیکستان برده. و حالا متوجه میشیم شاید یکی از دلایلی که بابک زنجانی تا حالا زنده هست این شیوه نگهداری از سرمایه است که براش ایجاد شده یا ایجاد بله. کرده بله. ولی یه ویدیو هست، یه ویدیو هستش که بابک زنجانی توضیح میده برای رئیس جمهور تاجیکستان، اگه بتونیم پیداش بکنیم، خیلی راحت توضیح میده که این ساختمانی که من درست میکنم اینجوری هست، این امکانات داره، یه امکانات زیبای جهانی رو در اونجا مطرح میکنه که برای تاجیکستان شاید هنوز غیر قابل قبول باشه که بیمارستانش، مسجدش، دروازه‌اش چی باشه اینا، و بالابرها پایینبرها اینقدر اینا ساخته شده آیه سپند در اونجا. این ساختمان میگین؟ بله این ساختمان ساخته شده، 90% هم تموم شده. وقتی من سوار تاکسی شده بودم گفتم این ساختمان چیه، میدونستم چیه، راننده تاکسی گفت این مال بابک زنجانیه. آره اینقدر یعنی میدونن که این ساختمان مال اونه. عجب. این آقای بابک زنجانی خب پولای مردمو که پولای مردم ایرانه که به جیب زده، از اون طرف هم نسبت به اینای دیگه به نظر میرسه باهوشتره، برای خودش به هر حال بین مردم تاجیکستان محبوبیت ایجاد کرده دیگه. 100% و ضمن یادتون نره این پول اقلا به تاجیکستان فقیر بره، بهتره که خرج فلسطین و اون مسائل بشه. بله مشارکت در جنگای سوریه و یمن و همه بله، هم. البته هیچ کدوم اینا خوب نیست، نه این خوبه نه اون خوبه، به هر حال مردم بله. ایران خودشون شعور دارن، با مردم تاجیک پیوندهای تاریخی دارن، شاید اگر ما یه سیستم درستی داشتیم شاید بیش از این کمک هم ممکن بود ایران بتونه به تاجیکستان برای نوسازیش بکنه.
اصلا ولی حالا اینجوری پیش باور اومده. کنین هر جایی که میریم، حتی کسانی که از خارج میان اینجا، همش میگن جای ایران زمان شاه اینجا خالیه. یعنی همه فکر میکنن که اگر ایران اگر میخواست میتونست به نحوی، نه اینکه بیاد حکومت به دست بگیره یا پس بگیره، میتونست انقدر به این مردم کمک های خوبی بکنه که از این مشکلات بیان بیرون. یعنی حتی میتونست که خط اینا رو فارسی بکنه، حتی میتونست که معلم بفرسته اونجا، خیلی کارهای مختلف، بیمارستان های مختلف میتونست بسازه. میدونین چیکار کرده بود؟ دفتر نمیدونم کمک امام به بیوزنان، دفتر نمیدونم اون آقای موسوی گرمارودی رئیس یه جاش بود. اینا رو البته بعد از این اتفاقاتی بودن حداقل 10 تا دفتر بود اونجا و همشو میگفتن اینا جاسوس خونه بوده و اینا میامدن مردم رو مقشویی میکردن و حرفای غیر عادی میزدن که این حکومت رو بر بیندازن. ولی بعد از این که این اتفاقات افتاد، رابطه ها کم شده، همه اونا رو بستن. حداقل 10 تا بوده، کتابخانه امام، چاپخانه امام، یه اینقدر ساخته بودن که اصلا این مردم میدونن. حالا یه کمک مختصری هم میکردن. حتی اینا یه چیزی رو که اینا مسخره میکردن که من خیلی هم ناراحت شدم، کاش که این کار نمیکردن، اینا روزه عاشورا خرج میدن در سفارت ایران. سفارت ایران خیلی بزرگه. بعد یه عده از ایرانیایی که ساکن اونجا هستن میومدن سینه میزدن و زنجیر میزدن و اینا ادا اینا رو در می آوردن، چون اینا سنی بودن، اصلا تو این چیزا نبودن. و یا به سینه‌شون می‌زدن، میگفت ولی خوراک‌هاش خیلی خوشمزه‌ایه. یعنی عاشق خوراک بودن که می‌رفتن اونجا که خوراک بخورن و سینه زنی رو ببینن. و خب این شرمندگیه که ایرانی که اون همه تمدن و تاریخ و اینا، بیاد یه نفر بیاد شلب شلب بزنه رو سینه‌ش و اینا نگاه کنن و بخندن و مسخره کنن. یعنی ایرانی رو به این طریق اینا میشناسن، ایرانی رو با بزرگان ایران اصلا گویا نمیشناسن، برای که اینا 80 سالی که یا 70 سالی که زیر بار کمونیسم بودن یا این حرفا، اینا همه جا بسته بوده. و ما شانسی که آوردیم، یعنی ایرانیایی که اهل ادب و شعر و زبان فارسی هستن، که این مادران تاجیکستانی این حفظش کردم. وگر در خارج از خانه کسی فارسی حرف نمی زده. و اینو بارها من در رادیوها، تلویزیون های تاجیکستان این سپاس رو از مادران تاجیک داشتم که وقتی اینها تو خانه بودن حداقل با هم فارسی یا به قول خودشون تاجیکی گپ می زدن. و این درجه یکی که آقای سپند، نکته این رو که اشاره کردین یه خورده میخوام بازترش کنید. این ملاهایی که میگید یا روحانیت، آخوندهای تاجیک، امروز با توجه به این که من اینجور میفهمم روابط ایران و تاجیکستان دچار بحران شده بر اساس این فرار و عدم استرداد اون تروریست به دولت تاجیکستان از سوی ایران، به گرمای سابق نیست و محدودیتهایی وجود داره. آیا این روحانیت، این آخوندیزم تاجیکستان زیر تأثیر ایران یا زیر تأثیر کشورهای دیگری است؟ زیر تأثیر عربستان سعودیه، چون هر سالی حدود 100-150 جوان تاجیک میرن عربستان سعودی و در اونجا ملا میشن و بر میگردن. اما دانش به اصطلاح اگرچه هر دوشون بده، ولی دانش ملاهای تاجیک بسیار پایینه و اینا مثلا یک سوره قرآن رو نمیتونن بخونن، برای که اصلا نخوندن. جدیدن اینایی که تازه برمیگردن و ملاهای جوانی هستن، اینها در اونجا یاد گرفتن ولی اصلا قرآن خون نداشتن. و همین دلیل شما وقتی که یک تاجیک، یه ملاهای تاجیک یه صحبتی میکنه، فقط از معجزات مسخره‌ای که حتی ملاهای افغان هم همونا رو میگن بیان میکنن. فقط مردم از بهشت و جهنم و از جهنم میترسونن، بهشت و وعده میدن. مخصوصا زنان تاجیک رو خوب فریب میدن و پیرزنای تاجیک عجیب اعتقاد دارن به این ملاها. و متاسفم که اینو بگم که بعضی از استادای دانشگاه هم که با اینا تو دانشگاه گپ میزدیم، میدیدیم اینها هم
حتی در مورد حافظ هم حتی میگن حافظ یه ملا بوده و یه آخون بوده و یه همچین کسی بوده. خیلی یعنی شما میخواید بفرمایید آقای سپند که بله به نوعی کاریکاتور اواخر دوران پهلوی در ایران در تاجیکستان داره تکرار میشه، یعنی رهبری کشور به هر حال نقطه نظر بر پیشرفت کشور داره، ملی گرا هست، میخواد ارزش‌های ملی رو تقویت بکنه، در این حال البته خیلی فرقا هم با هم دارن چون رهبری کشور در اون موقع در ایران خودش هم گرایش‌های مذهبی داشت که نمی‌شود انکار کرد. از اینکه بگذریم از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی، نگاه پیشرویی داشت نسبت به جامعه، در مقابلش آخوندیزم وجود داشت و رشد آخوندها در ایران در شکل‌های مختلف، دین کلاسیک، دین خرافی، نوع اندیشی دینی به رهبری آقای شریعتی و غیره و غیره. آیا این ماجرا داره در تاجیکستان تکرار میشه؟ شریعتی هنوز اونجا به وجود نیومده، ولی ملاها میرن توی خانه ها، چه در عروسی، چه در عزا، چه در به اصطلاح برنامه ختن سوری، هر چی برنامه‌ای که هست این ملا رسوخ میکنه اونجا و حرف خودش میزنه و بدی نمیگه، از بدگویی نمیکنه، ولی معلوم میشه که چیزهایی میگه، مثلا راجع به عرق خوردن و شراب خوردن و اینا خیلی مذمت میکنه، خیلی بد میگه، یا این کارا رو که میکنه نشان دهنده اینه که یعنی این حکومت اینجوریه. ولی مثل شریعتی نامی پیدا نشده، اگرم شده بود که همین آقای کبیری بوده که گویا خوب صحبت میکنه، و جالب اینه که من ایشون عکسشو با کت و کراوات و لباس خیلی مرتب دیدم، و این آقا که رهبری نهضت اسلامی رو داره در واقع خیلی هم مثل که مذهبی نیست، منتها الان تهمتی که به این آدم میزنن، عرض کردم، میگن رفته شیعه شده، یعنی شیعه خیلی بده. در نتیجه اینا هیچ رابطه‌ای به صورت این چنینی با جمهوری اسلامی ندارن، به خصوص این که رهبر این نهضت اسلامی هم اونجاست، ولی با عربستان سعودی خیلی رابطه دارن و به نوعی میگن این وهابیا به نوعی با حنفیا نزدیکن، اینا سنی حنفی هستن و خوشبختانه براشون هم توضیح دادم تنها کسی که به اصطلاح آریایی بوده توی این همه مالکی و حنبلی و اینها فقط ابو حنیفه بوده که در واقع ایرانی بوده، و برای اینا وقتی توضیح میدی خیلی خودشون هم تعجب میکنن این مسائل رو یا مسائل دیگری رو. به هر حال آخوندا شدیداً مشغولن، ولی امنیت هم باز مراقب هست، ولی چیزی که مطرح هستش تا وقتی که کاگبه، تا وقتی که پوتین مراقب این کشور هست، اگر هم اتفاق بیفته بلافاصله میگویند که اون دفعه اولی هم که میخواستن رئیس جمهور بکشن، یعنی قیام کودتا بکنن، یه دفعه اولی فقط کاگبه خبر داده و او یه جنرالی رو گرفتن که خودش مرکز فساد هم بود، که رسواش کردن که چند تا خانه های خراب در اختیارش بوده اینا، یعنی این کار رو با دولت به اصطلاح دولت پوتین مراقب هستش که اینا زیاد نشکنه. آقای سپند، پوتین تاجیکستان رو اداره میکنه یا رحمانوف رئیس جمهورش؟ نه 100% رحمانوف، نه به اون صورت نیست، نه به اون صورت نیست، ولی ایشون مثلا ارتشش وقتی فروپاشی شد ارتشی نداشت که، ارتش شوروی سابق بود که این مرزهای افغانستان و اینا رو نگهبانی میکرد، ولی که الان خیلی کم شده، یه ارتش نوین ساخته داره انجام میده. نه پوتین اومده یک بار مسافرت کرده اومده، خیلی هم مردم دوستش دارن و متاسفانه تبلیغات ضد امریکایی هم اونجا شروع شده که من بیشتر تو چون مردم هستم رانندگی تاکسی دیدم علیه امریکا داره حرف میزنه، گفتم اصلا تو میفهمی چی میگی؟ گفت بله میفهمم. و من متاسفم که مثلا
یه چیزی بود خواستم برم سفارت، گفت نه حالا میریم بدتر میشه. مثلا توی یک تلویزیونی بدیهای امریکا رو که همین بی خانمان ها و جای خراب رو همش اونا رو نشون میداد، تلویزیونای که با زبان روسی حرف میزنن، و من ناراحت بودم. ما امریکا که این نیست که شما دارین میزنین، ولی گفتم حالا برم سفارت. میگن تو چه کاری اومدی این وسط؟ ولی خیلی دلم میسوزه. ولی پوتین رو دوست دارن، ولی که خیلی کمک میکنه. پوتین دوست دارن یعنی دولت مردان که 100% دوستش دارن، ولی که داره شدیداً پشتیبانی میکنه از رحمانوف. رحمانوف بین کدام یکی از قشرها تونسته این توسعه و مدرن سازی افغانستان به تاجیکستان رو ببره و حامیان طبقاتی رحمانوف کیا هستند؟ ببینین در تاجیکستان به اصطلاح محلگرایی به قول خودشون شدیداً رواجه. چرا؟ وقتی که فروپاشی انجام شد، یک گروهی به نام اسلام آمدن اون میدون به اصطلاح شهر رو گرفتن و چند تا تناب دارم درست کردن که این به اصطلاح رهبران قبلی رو اعدام بکنن که زمان شوروی ها بوده. رحمانوف اونجا بخشدار یکی از دهات اونجا بود. ایشون اصلش کولاب یکی از شهرهای بسیار بسیار قدیمی تاجیکستانه. بعضی ها میگن 5500 سال عمر این شهر. ایشان با گروه کولابی، یعنی با تمام اون گروهش که شاید 400-500 نفر هم بیشتر نبودن، آمد و شهر رو گرفت و زد و خوردی انجام شد در سال 1992 فکر میکنم، که 2 سال بعدش که من رفتم اونجا هنوز تیراندازی تو خیابونها بود، ولی آمد و شهر گرفت و به قول خودشون 20,000 نفر کشته شدن و گروهی فرار کردن رفتن افغانستان و کشورهای دیگر. اینها اسلامی بودن. بعد که این قدرت به دست گرفت و همشون هم کولابی بودن، هنوزم جنرال ها و کسانی که قدرت بالا دارن هنوز از همون کولاب و نواحیش هستن. ایشان به پشتوانش همون مردم هستن، ارتشش بیشتر همون مردم هستند، ولی در این حال مثلا دانشگاهی ها و کسانی که اهل فکر هستند از شهرهای دیگر هم هستند، از خوجند هستند و شهرهای دیگر. اما رئیس جمهور پشتیبانش همون مردم هستند که الان همه قدرت رو به دست گرفتن، ولی دیگران هم البته هستند. بسیاری از کسانی که روشنفکر واقعی هستند اینها هم طرفدارشان هستند و الان طوری اون کشور داره اداره میشه که امنیت رو ظاهرا خوب نشون میده که امنیت هست. رئیس امنیت هم مثلا مال همون شهر کولابه، یا خیلی کسان دیگری هستن، ولی دانشمندایی که از همه جا هستن اونا به اصطلاح قدرت نظامی ندارن ولی قدرت فکری دارن. اینها استادای دانشگاه هستن، رؤسای قسمت هایی هستن که بیشتر به اصطلاح به زور و به قدرت وابسته نیستن. در آخرین دقایق برنامه هستیم، خیلی مایلم بدونم که چه گفتید در این مصاحبه با معروفترین نشریه هفتگی تاجیکستان که مجبور شدید سفرتون رو زودتر به پایان ببرید و تاجیکستان رو ترک بکنید، و با توجه به اینکه من البته آشناییم با شما بیشتر از این هاست، با توجه به نقطه نظرهای غیر مذهبی که شما دارید، شما فکر میکنید که آیا میتونید سفراتون رو به تاجیکستان ادامه بدید؟ نه بر سر به اصطلاح قدی و استقامت یک کسی که به هر حال سابقه نظامی داره در ایران، سابقه یونیفرم داره در ایران و به هر حال میسته سر خیلی از حرفا، فکر میکنید که به چی تاختید که ببینید در مرز خطر قرار گرفتید؟ الان میگم، سر کلاسی که من داشتم آدمای مذهبی هم بودن، 2-3 تا دانشجو مذهبی بودن که وقتی صحبت میکردن یکی از اینا
خیلی دیگه خیلی گندش در آورد که گفت حضرت خدا با حضرت محمد صحبت میکرد، حضرت محمد جوابش میداد، شب میدید صحبت و اینا، همش اینا رو توضیح میداد از نظر مذهب و خیلی هم بد بود به هر حال. بعد گفتم ببین عزیزم، مگه خدا با حضرت محمد صحبت نمیکرد؟ گفت بله. بعد گفتم که خب این صحبتی که میکرد نمیشد مثلا بهش بگه که ای حضرت محمد این برقم اختراع کن که مردم 1400 سال جلو بیفتن مثلا. بعد سکوت کرد. گفتم خب، گفتم چی؟ گفت خدا صلاح ندونسته. گفتم خدا غلط کرد با تو. اینه که گفتم آقا هیچی دیگه. بعد خراب شد. بعد مجله اومد با من مصاحبه بکنه، او این مسئله شیعه و این سینه زدن چیست؟ گفتم 1400 سال پیش یه عربی رو کشته، حالا ما باید بذارم تو سر و کله خودمون. این برداشت الان مجلهشم با خودم آوردم الان تو اتاق. نوشت اون بالا، نوشت که 1400 سال پیش یک عربی رو کشته، ما باید قصهش بخوریم. این دوتا باعث شد که یک دوستی من دارم که از حزب اللهیای از خدا برگشته است، الان ایرانیه، اینم اونجا بوده توی مجلسی و بعد یه ملای میگه یک آمریکایی آمده اینجا علیه خدا و پیغمبر اینا گپ میزند، این باید هر چیز زودتر از بین برود. و منم دیدم که خب بی خودی کشته بشم برای چی؟ گفتم حالا میرم، اگر امکانیتی داشت در آینده حتما خواهم رفت، ولی حتی به امنیتم این حرف رو نگفتم، برای که اصلا تازه همچی زیادم، زندگی ما دیگه در آخراش هست، حالا اتفاقا کشتم بشیم یه اسمی هم شما از ما میبرید تو تلویزیون که اینه کشتم، ولی به هر حال امیدوارم که این اتفاق نیفته. ولی نوروز بهترین روزهای اونجاست، جشن میگیرن، زن و مرد میرقصن، خیلی زیباست، باید بریم و اگر بشه نوروز خواهم رفت، منتها شاید مثلا یک هفته ده روز بیشتر نمونم. توصیه دوستانه بنده اینش که عجله نکنید در رفتن، برای اینکه خب شما اگه میخواید که ما اسمتون رو بیاریم تو تلویزیون، حاضر می قرارداد ببندیم به هر حال هر هفته اسمتون تو تلویزیون بیاریم، شما نرید اونجا و اونجا ترور نشید. اگه واقعا به همین سادگی شما میخواید ترور بشید، خب اینجور این به نظرم میگم کار درست نیست. من از مردن میترسم، برای همینم هیچ کاری نمیکنم. نه سپاسگزارم جناب سپند، انشاءالله در یه جلسه دیگری بر صف شعرخوانیتون خواهیم کرد. برنامه امروز اطلاعاتی که شما دادید اطلاعات بسیار با ارزشی بود در مورد کشور عزیز تاجیکستان. امیدوارم که هر جا که هستید سلامت باشید و سفرهای سالم بیشتری رو در پیش روی داشته باشید برای این روشنگری فرهنگی، اگرچه در ایران مقدور نیست، لااقل پرتوبش به تاجیکستان برسه. برای شما روزگار خوبی را آرزو. خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، به همراهی علی، پومن و هومن، همکاران بسیار ارجمندم، و با تشکر از آقای علیرضا نوری‌زاده، بنیانگذار تلویزیون ایران فردا، این هم 19 برنامه مرغ سحر بود که تقدیم حضورشون شد. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام و وقت شما بخیر.